بزرگواری بکنید، یه چند روز خونه ما رو دیرتر بذارید تو لیست مزایده. موظفی اون جواهر رو برام بیاری، شیرینیت میشه سند خونت. به این نتیجه رسیدم که یه راه بیشتر نداریم، اونم اینه که این گنج کوفتی رو درش بیاریم. آره دیگه، تو همون زندون جواهر رو چالش کرد و که سایه سر به سقا. فقط سروش اینجا کجاست؟ حیف اون سر نبود قد کردن؟ اصلا کجای حیات این لامصب؟ چی بسر؟ من گیرم، عروسیمه. ما خانوادتاً دیپلم که میگیریم این کله میشه که انهو کف دست. کلاکسای ما همه از خارج میاد. پیش پرداخت نقد نقد خدمت شما. کلاکس که سر داداش است. اون کلاکس تو عکس مرحوم نیست؟ من 200 تومن پول دور دادم، اونم بذار روش. باش. در کل 4 میلیون مبارک باشه. شما هم هی نگو من نمیذارم این بازی فوتبال پخش بشه، به گوششون برسه جوی خون را میندازن. واسه من وکیل خبر کردی؟ میخوای برام بذار تو زندون؟ من خودمو میکشم و میطلبه. ببین نکن، میکشم خودمو. پس میدونین مشکل شوهرتون چیه؟ سعید عاشق هیجان، معما، سرگرمی، سرکار گذاشتن بقیه. اون سعید نامرد کیس فریزر رو باد میکنه پشت در دستشویی، میترکونه این بچه میره واسه خودش. اون که من تولید میکنم که جعلیه، بس شوخیه. چقدر کسی داره چنگیز؟ البته کرسی 470، ما داریم از این 450 میگیریم. تا بندتون بوق بزنه شما میدونی دکتر میرزایی. من تو با ما نمیاد؟ نه، قابل شما رو نداره، ولی تقلبیه. چیه؟ تقلبیه. پشت روش با هم فرق میکنه. پول تقله را این جیب داره بود. خب، آخرین نفر کی بود؟ سعید نامر. سعید نامر. میزنم. میزنم تو. یه نگاه به سروستت بنداز. داری پیازدارشو زیاد میکنی دیگه سارا. بابا من بیرونم همین بودم دیگه، فقط با فاصله زمانی های کمتری اتفاق میفتد. سارا من خیلی بهش نزدیک شده بودم. دقیقا به چی نزدیک شدی؟ سروا که میگه قطع کردن، اونجا هم که هنوز نرفته سر صورتت این شکلیه. امید بچه های پژوهش کرده خیلی خطرناکن، خودتو به کشتن میدی. نگاه به آرتوپورتشون نکن، دلشون بنازی گنجیش که به جز اون سعید که یک ککی تو تومنشه بقیهشون خیلی مشتی و باصفا هن. شاید هم همین مشتی و باصفا بودنشون باعث شده که به درد سر بفتن. درست میگم؟ اگه آدم زیاد از حد مرام بذاره داستان میشه براش دیگه. درست متوجه شدم دیگه؟ امید تمرکز کن، زده تو جاده خاکی همجوری داری واسه خودت میری. من همین الان میرم پیش بارسته ازش خواهش میکنم مرخصت کنه.
تمام. سارا پس خونه چی میشه؟ مگه نگفتی اقبال خونه رو خریده؟ خریده که خریده، اگه خواست اجارش میده، اگرم نخواست ما میریم با پولمون یه جا دیگر رو رهن میکنیم. راستش هم بهش میگیم این کار از اون چیزی که ما فکر میکردیم خیلی سخت تره. امید قبول کن این کار ما نیست، من اشتباه کردم از اون خواستم یکی رو بزنی بریم اون بر. مگه تو میتونی اصلا همچین جرم مرتکب بشی؟ من اتفاقی ممکنه ولی ارادی نه. ما میریم همه اطلاعات رو میدیم به اقبال، اونم اگه خواست میگه یکی میاد اینجا گنج رو برمیداره میده بهش دیگه، از ما بر نمیاد. هر آدمی تو زندگیش یک کارایی رو میتونه بکنه، یک کارایی رو نمیتونه بکنه. تو این کار رو نمیتونی بکنی، عوضش یک کارایی دیگه یه هست. مثلا امید آهی خوبی؟ نه من خوبم. خب داشتی میگفتی عوضش من چی مثلا؟ مثلا تو آدم خیلی مهربونی هستی، قابل اعتمادی، وفاداری، خیلی چیزایی دیگه. واقعا؟ امید من دیگه تحمل این وضع رو ندارم. بابا اصطلاح هر روز که منو میبینه میپرسه تو کجایی؟ بس دیگه امید. من میام قبل از اینکه این بیاد بگه وقت ملاقات تمومه، من خودم برم با وارسته حرف بزنم. از حالا یه جوابی هم واسه مرضیه و سهیل پیدا کن، مطلقاشون کلافم کرده. پیله کردن امید کجاست این همه مدت پیداش نیست. نمیخوای باشی؟ دستتو بده من. بده دیگه. با مرزی بیا دیگه، یه باک بنزین سوپر دود شده اف هوا. برای چی سوپر زدی تو این شرایط بی پولیمون؟ روغن چراغم به سر این زیاده. عزیزان صف معمولی شلوغ بود آخه. با ماشین خاموش میکردی؟ خوشحالی ها، اومدن این نیم ساعت قسم آیه دادم روشن شد. واقعا؟ سوهک میگم به خدا زشت سر عقد کادو میدن. عزیز من 700 کیلومتر رفتیم 700 کیلومتر برگشتیم برای کلاگیس آقای داماد. بعد زشته اینکه من مثلا بخوام به نامشاد کادو ندهم. بابا همین که دارم حضور پیدا میکنم تو مراسم عقدش، بعد کلاگیسشو بندازه هوا. مرضیه مرضیه تو که اینجا چیزا رو بلدی، بعد عقد غذا هم میدن. من خیلی گشنمه، تا شام هم خیلی راهه. سوهیل ما چرا باید بریم اصلا سر عقد؟ ما 5 بار یارو بیشتر ندیدیم، 3 بارش هم که دعوا کردیم باهاش. باز شروع نکن دیگه، خودش دعوت کرد. اون کی ما رو دعوت کرد؟ ببین تعارف زد. ببین خانومم بذار بهت راحت بگم، تو که دیگه کلینیک کار نمیکنی. این فکر کردی که دو روز دیگه کلاگیسا ترخیص بشه از گمرک چطوری باید ما براش مشتری پیدا کنیم؟ ده فکر نکردی دیگه مرسیه. آها نامشاد گفته بود اینا خانوادگی تا دیپلم میگیرن کلشون میشه اینه او کف دست. قربونت بشم باباش من. دایرکت مارکتینگ. اینجا بهش میگن بازاریابی مستقیم. ولی یه چیزی. جونم. مگه خودت بهش نگفتی که واسه بقیه‌شون کلاگیس الیاف بخره؟ چرا؟ نامشاد جمعاً 10-12 تا کلاگیس میخواد. اگه قضیه اونجوری که مد نظر من ژنتیک باشه، کلی دیگه مشتری اونجا هست. به علاوه الیافی ها وقتی کلاگیس طبیعی دوماد رو ببینن و فرقش رو احساس کنن، همونجا همه صف میکشن برای خرید. گوش بدی؟ کلی پیشقسط میگیریم ازشون، به همون میشه سرمایه اولیه فعالیت های اقتصادی بعدیمون. استپ بای استپ. استپ بای استپ. آره عزیزم برو برای بابا تعریف کن. لیسانس اقتصاد اینجور جاست که به درد میخوره. خیلی خوشحالم که تو جوانی ادامه تحصیل دادم و از عمرم استفاده کردم. سهیل الان تیکه انداختی. تو الان تیکه انداختی. خانم اصلا به اصرار شما نیاز نیست، ما از خدامونی که از شرش خلاصیم. ایشون جز هزینه چیزی برا ما ندارن و هیچ کمکی به روند درمانش نمی کنن. و به عنوان یک مورد مطالعاتی خانم هدر رفته.
قدرت اینجا چه خبره؟ میگه میدون جنگه. قدرت آیون عراسی دواسته این بر باشه، هر کی فقط تیم خودش رو تشویق میکنه تخریب تیم مقابل ممنونه، فهمیدی؟ اگه مثل یه یه شوت زد کنار دروازه رد شد باشه گفتن هو؟ رعالی ها جوابه شده الان مرسته میاد جمع کن لسته تو و رد کارت، این کار تخصصیه. اون وقت تخصص تو چیه؟ ای بچه جون، من با هفت و بردست یه جوری استادیوم 100,000 نفر رو جمع و جور میکردم. کسی جرأت نداشت بدون اجازه من اتاق بکشه. از جایگاه 33 حرف میذاشتم تو دهن مردم مربی عوض میشد. از تیفوسی ها شعار میگرفتم میذاشتم تو دهن بچه ها مدیر عامل بالا پایین میکردم. مربی شب قبل بازی زنگ میزد به من ترکیب اصلی رو با من چک میکرد که یه وقت من سر ناراضی رو بالش نذارم فرداش دنده چپ بلند شم برم رو سکو واس خودش و خانواده‌اش مرثیه بذارم. در این حال من کار فرنگی هم میکردم. اولین نفری که شعار داور عزیزم دقت کن و تو استودیوم رو باب کرد من بودم. آره اینجوری هست. اینا که دیگه واسه ما شوخیه. باش همه اینا که میگی قبول. بیسیمو میخواد چیکار؟ دوست دارم چنگیز بیسیم دوست داره. چنگیز چنگیز آتا کجا داری میره شون واسه خودت؟ این نفر بیا عقب، بیا عقب اینا میفرسته به تای صفا. جمی واسه اومدم. آره دیگه میسیمو بگیر حواست به اینا باشه تو با من برگردم دست رو من بلند نکن بلند همه تو صف واسه تو صف کسی از صف بزنه بیرون خودم میدونم آه. میگم واسه صف دیگه صف شما هم صف آقایون شما هم صف جمی بله دوباره جلو دوباره جلو اول صف باسته برو بینو وقت جلو بینم تیزی میزی آوری با خواهد پره شالمه آره کلا خط میکشی قد 150 تومن مک نه یک قرون بیشتر نه یه سان کمتر بیریخ بازی هم در نمیری دل روداشو بری زمین ها حرف ها میزنی چنگیز خان بابا یه زمان یه محل بود یه جیمی خط کش امضا میخوای دیگه میزنم برا نگرانه چی؟ ولی من میگم این بچگی کرده خامی کرده نفهمی کرده اما میشنفی این سریو ببش اگه حتی میخواستم بشنفم میشنم یکی این اوتو که دیشب جلو در مواد جلو وارسته زایت کرد واسه فقط به روبر نگاش کردی یکی باید جلو این سیده در را دربش کنه جیگرشو نداری بده خودم نگی جایی ها منزه دی 20 خط میندازم گفتم 150 تومن مرد 150 حساب شماست 50 به خاطر حرکت دیشبش خیلی خب بیا با من بحث چه خبره اونجا؟ مرادی بابا پسش بر نمیای به خودم بگو دیگه مرادی بده من هره توی سر بسر بسر بگم تا بایی چیدی گوه تشتم نادر بیا برو جدی جدی میرم ازت شکایت میکنم آه. امید در باز کن من نگفتم تو اتاق نمونین آقا مرادی شما این؟ من فکر کردم این نادر بدپیله است باشو جمعشو کن بریم سالن آمفی‌تئاتر باشو آقا من دارم از اینجا میرم دیگه دور همین فوتبال نگاه کردنمون چیه؟ زورم اگه زوره دیگه منم میخوام بازی رو ببینم الان بخاطر تو اینجام ای بابا من دوباره باز کنم این نادر بدپیله پیداش بشه تو میخوای جواب بدی؟ بیا تو آقا مرادی برو اون برو هرگز نمیشه همین سوریان در تمام عمرش اینقدر که تو امروز کمرگیری کردی کمرگیری نکرد چرا نگفتی این پشت دره؟ چون جفتتونو میخواست اینجوری بیام اینجوری بیام براش رضایتنامه کتبی دادم که ازش شکایت نمیکنم باز ولم نمیکنه دروغ میگه دروغ میگه میخواد گولم بزنه میخواد گولم بزنه بیا بیا اینجا نوشته اینجا نوشته اینجا فقط نوشته شکایت نمیکنم ننوشته هرگز یعنی بعدا میخواد شکایت کنه وگرنه مینوشه هرگز چی میگی؟ چرا باید بنویسم هرگز شکایت نمیکنم؟ اومدیم و دوباره بنو زدی لتو پار کردی بنویسم هرگز شکایت نمیکنم چرا؟ چرا ها؟ دیدی بس دیگه بلند شو بریم بعد دو تا گوتو بعد همه باشن مخصوصا شما دو تا بعد جلو چش باشید مخصوصا تو امید بلند شین بریم بلند شو نادر بلند شو بریم بلند شو بریم بریم کن میخواد گولم بزنم بیا بعد بریم سر جمع بریم کن بلند شو بلند شو بریم بلند شو بریم تو تمام بریم تمام بعد بریم بنویسی بریم کن بریم بعد بریم بریم باشه یه فوتبال نداشیم ببینیم باشه باشه بریم بنویسی نمیخوام بنویسم باید من دست خودم من دوباره همین کارو کردم نه نه باید بنویسم سروزن پشتم بیان اینجا چه خبره؟ میگه میدون جنگه پس شما چه کار میکنی؟ چه بلایی سرتون اومده؟
بشینه. با تو هم اون که صورتش رو رنگ کرده بشین سر جا. بشین مسئول. با تو هم نگهبان محمد تو. بله آقا. اونو هدایتش کن بیاد اینجا جلو چشه بر. آقا هدایتش کنم یا معمولی بیارم؟ ای بابا این چی میگه؟ یا معمولی بیارم خودم هدایتش بکنم. دیگه معمولی بیاره. بسیار خوب. از این فرصت استفاده میکنم و دکتر جدید مجتمع رو به شما معرفی میکنم. آقای دکتر هومن کوهنورد. یس یس قبول مسئولیت کردن و این مسئولیت بزرگ رو پذیرفتن و یاد می کنم از دکتر نظری که واقعا به گردن همه ما حق دارد و برای شادی روح این بزرگوار از همه می خوام 90 دقیقه سکوت کنم. 90 دقیقه دکتر؟ کمی؟ میخوای یه رو به بین دو نیمه رو حساب کن حسابی به همون به چسبه. ببین اگر گلی هم رد و بدل بشه کسی حق نداره صداش بیاره. دکتر بیا اینجا. 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 اینجا وایسادی تو؟ وایسادم که وایسادم. به تو ربطی نداره که من وایسادم. برو بشین. برو. این بازی‌ها رو نمی‌شه نشسته. یه برو بشین سوسه نهی. واجب جیلی هستی تو. برو سوسه نهی. برو بشین. گم. حواست به چنگیز و جمشید باشه. تو صف که وایساده بودم داشتن یه چیزی راجع به تو و شوخی دیشبت می‌گفتن. نه، ربطی به دیشب نداره. قصه سر چند تا اسکناس تابت هاست. با من؟ کم به شوخی نداره. حالا به هر حال من جای تو بودم اینجا نمیموندم. حالا برم جای خلوتتر که بدتر میشه. بعدم میخوام فوتبال رو ببینم. ببینی آدم شیطونی میکنه بعد تابانش هم بده دیگه. دمت گرم. خوبم. این هم زوج هر جایی که نوشته زوج این هم زوج چقدر زوج داره؟ بله چشم این قسمت رو خط هم رو خط همه رو خطه این بازم زوج قسمت بازم اینجا هم زوج داره چشم عروس خانم رو بفرم داداش تبریک میگه مخلصم مبارک زنده بهش مبارک ایشالله دستم ایشالله عروسی خودت خیلی ممنون لطف کرده خیلی متشکر مخلصم قسمت زوجه ها رو امضا بفرمایید. پسر عموی عزیزم مخلص عرض میکنم پیوند تو مبارک. شما چتونه خودت مگه نداری مشرف فرمودین. آقایون اجازه بدید کار ما تموم شه بعد تشریف بیارید برای عرض تبریک. توضیح بدم اینه مثلا شما این حالت ها رو ببینید اینا فر نیست اینا وزه. خب کل کیسه طبیعی دیگه این حالت ها رو نداره. متوجه هم قربون شما مزامل شد دست زدی؟ آره خدا وکیلی خیلی فرق داره مثل ابریشم نرمه چه جالب خب من اینو بخوام باید چیکار کنم؟ شما اگه اینو بخواید اول اصلا باید پیج منو فالو کنید که با هم در تماس باشه میخواید گوشیاتون رو در بیارید؟ آماده دیم سوهیل هیر هات سیتی سوهیل یعنی من هیر یعنی مو هات یعنی گیست درد و سیتی هم یعنی شهر. شهر هم جایی که انسان ها در کنار هم دیگه زندگی میکنن و تمدن رو به وجود میارن. من یکم بکشم پایین. خوب شد. فقط خدمتتون عرض کنم که کیفیت هزینه داره. که من تو بیو پیجم هم نوشتم. الان اون چند در اومده؟
اون الان با تخفیف دومادی 10 تومن. 10 میلیون تومن؟ بله، الان که 12 وای میسته. شما ولی چون آشناییم برای شما همون 10 حساب میکنم، فقط به شرطی که تا امشب بیانیه بزنید. پس پای دور بزنیم بعد میام خدمت. فقط خدمتتون عرض کنم یه نکته ای که ما خدمات پس از فروش هم داریم. شاید خودتون بپرسین یعنی چی؟ در محل میایم براتون میچسبونیم. خانم یه لحظه. کجه؟ صافش کن. چه میدونم جنسش بده دیگه، کج میشه. شو؟ آره خب بذار ببینم. کادو رو نداری که؟ کادو نه اینجاست. ولش کن نمیخواد بدی. وا زشته، مگه میشه بدون کادو بده من؟ زشت اینه که به اسم خرج عروسی هفته پیش 500 درسی گرفته، رفته کلگیز 10 تومانی خریده. چه ربطی داره؟ همون 500 تومن باشه جای کادوش. سر بدیم، کلا بدیم، دو قازونیم بالا بدیم، لازم نکرده. سلام، من فضولی نمیکردم، به صورت خیلی اتفاقی داشتم رد میشدم، صحبتاتونو شنیدم. داشتین در مورد کلگیز آقا داماد حرف میزدید. چقدر این کلاگیز طبیعی و زیباست. خیلی خیلی برخلاف البته. ببخشید شما از فامیله عروس خانم هستی؟ خیر، من همسرم سهیل جان از دوستان آقا داماد هستن که کلاگیز طبیعی و زیبا رو براشون تهیه کردن. چه خوب شد من شما رو دیدم. اتفاقا یه سوالی داشتم. خواهش میکنم. من ممکنه که با 500 تومان بیعانه بتونم پیش خرید بکنم؟ چرا که نه، شما 4500 روی کارت هدیه‌تون بذاری میتونین همچین کلاگیس زیبایی رو داشته باشی. گل! شلوغ نکنین، آفساید نیست. این آفسایده، یعنی بدن جلوه. من نمیدونم عروس خانم، اون از سر خطبتون که اینقدر حرف نامربوط زدین که کم بودت پیکو راموس رو عقد هم کنم، اینم از الانتون. تو رو خدا امضا کنید من برم. دیدی گفتم رفت، وار رفت. چی وار رفت؟ VAR VAR ولم کن جون مادرت منو ببر تو اتاقم. آقا اصلا در از پشت گفت و دیمونم کرد. نجاتم بده مرادی خواهش میکنم، نجاتم بده آقای مرادی، نجاتم بده میگم. آقا این آفساید بود نبود؟ آفساید بود. آقا چرا کسی صدای منو نمیشنوه؟ آقا من نمیخوام اصلا فوتبال ببینم، منو ببر جون مادرت. صدات یعنی چی؟ صدا سر صدا نخونه. خب ولم کن. جاخال میگه؟ به خاطر اینکه اگه بخوره درد میکنه دیگه، بخواد طبیعی میدونم درد میگیره، اصلا زدم که دردت میگیره. نشیم تا حالا چنگیز خان بخواد تیر در بکنه یه نفر جاخال بده. بار آخرت باشه. بله چشم، ببخشید. شما تو قلچه اینقدر بیارزه این اومد داشته دم در این هم تو. خب جمعش کن دیگه. نکن دستان دارم. بارا هم فوتبال رو ببینیم. پادرزین آخه حواستون نبود، می‌خواستم توجهتون به من جلب. پادرزین ببخشید. شما که با عرضه اینجایی میگم که اگه میشه این گیر سپیچ از من باز کنید. خواهش می‌کنم. اینا بله بله ممنون میشم. باشه همین. بله بله همین. جمی جمی اینو بعد ببر اون ور. نگاه کن حالا سیت چاله اینجا ولش کن. من از چه کار میکنم؟ ولش میکنم. سعید تویی؟ آره. من نمیخوام اینجا بشینم. بابا به تمرک بینم. چقدر ناز داری تو. اینجا نمیشینم، اونجا نمیشینم، اینجا وای میسم، اونجا وای نمیسم. من تو بارسایی نیستم. من چرا؟ اینجا چیکار میکنی؟ اومدم باخت تیمتون رو پنده خودتون جشن میگیرم. باش. بشین تکون خوب اینا. آه! چه میری سوید. چرا مغز تو استفاده نمیکنی؟ روبه سیکه از طرف خاله عروس گلمون و همسر محترمشون بذارید کف قشنگه رو. خیلی ممنون، دست رو کنید، لطف کردید.
مبارک باشه عزیزم. پاس بده دیگه، همش شکروی میکنه. خاله جان به من دقت کن. عزیزم میشه ازت خواهش کنم یه دقیقه اونو بذاری کنار؟ از حالا بخوای امر و نهی کنی نمیشه ها. امر و نهی کدومه؟ من فقط خواهش کردم. یواش این کارت نداشت. و اما آخرین کادو سویچه یه دستگاه ماشین صفر، از اون تاکسی جدید فرودگاهی ها، از اون ماشین های خوب از طرف پدر و مادر عروس خانم. بزنید به افتخارشون. دست شما درد نکن، شرمنده کردید. خیلی ممنون. مبارکت باشه دختر گلم. آخرین کادو؟ گفت آخرین کادو. رومینا خانم ببخشید، کادوهای فامیل ما هنوز مونده ها. همینا رو به من دادن، چیز دیگه ای نیست. مطمئنی؟ ببخشید، من الان برمیگردم. عذر میخوام، ببخشید، ببخشید. بفرمایید. خوش اومدید، پذیرایی کنید، بفرمایید. بفرمایید، چاکرید، خوش اومدید. خلصم. ببخشید برادرای من ندید موهای پوری دارن؟ شما خودتون با هم حساب کتاب میکنین، عرف تو کارمون. تو بیو پیج همسرم تو بیو. ببخشید من مزاحم بیوتون شدم. شما خجالت نمیکشین؟ کادوتون کو؟ آبرو من پیش فامیلای زنم رفت؟ شما که کلاگیسه 10 تومانی سرت میکنی، آبرود بند این سیشای سنه رو ما نیست. بذار مام کلاگیس موی طبیعی اصل هندوستان سرمون کنی. شاهرخ خان، سلمان خان. باشه خان. کلاگیس اصل هندوستان مگه گیره گمرک نیست؟ عزیز من این کلاهبرداره، همین حرفا رو با من میزد. تازه اولش میگفت 5 میل. بعد فهمید دست من بنده، 5 میل دیگه از من سلفید. اولا من خودم خدمت آقایون عرض کردم که کلاگیسا گمرکن و کارهای اداریش هم چند روزی طول میکشه. گفتم یا نگفتم؟ عرفشه. بله. بعدش عزیز من این دست بشکنه، این دست علیکی بشکنه، این دست بشکنه که نذاش روز عروسی پیشونی بلند بمونه. مرد من خیلی عصبانی ام، مرضی آرومم کن دیگه. حالا دست خودت بشکنه. یه روزه 1400 کیلومتر تا سفید کمر رفتم و برگشتم که بشه تو رو جلوی مهمون گذاشت. بعد اون وقت من کلا بردارم. بنزین سوپر زدی واسه ماشین؟ سوپر همیشه. وایسا ببینم، تو گفتی سفید کمر؟ نه من نگفتم سفید کمر، من گفتم هند. نگفتم هند. بله من شنیدم، گفت هند. هند گفت. تو این کلاگیس رو گذاشتی سر من؟ من با کلاگیس مرده نشستم سر سفره عقد؟ مرزی برو کجا برم؟ من میدونه تو جایی نمیرم. من میدونه تو جایی نمیرم، ولی الان باید بری. نمیرم. مرزیه؟ سوی؟ مرزیه؟ سوی؟ دیگه برو دیگه، برو الان. ببخشم. حالا چه عیبی داره؟ اینا مثل اهدای عضو میمونه دیگه. اگه دوست داری پولتو جرینگی بندازم جلو تو جنس منو. حیف من نمیخوام فامیلای زنمون روی سگ منو ببینن. این دنیا واسه من کلک بود و نامردی. چه جمله قشنگی گفتی. فدات شم. بیا تو بغلم گریه کن اگه دوست داری. زشت نباشه. نه زشت. مطمئن. آخه 10 میل میدونی چقدر در بس رفتم؟ ببینم ات واقعا داری عشق میبسی؟ آش یک گل کاهش پیدا میکنه. موفق شه. گل بزنه برای
قیمتش دیه یه خاندانته، ببرش بذار تو گاف صندوق، برو بینم. Yes, my wife. Lawyer, why? No, no, no. I haven't. My child. امیدایی. با تو هم. بیا بیرون آقا. باشه صدات کردم. What you feared? بیا برو بیرون بلکه ما هم دو ساعت بتونیم چپمونو بذاریم. خب بذاریم مگه چپه شما دست منه. برو بیرون تا نزدم تشکر بپره. یه ریز داره حرف میزنه. خواب و بیدارم نداره جناب سرمان، جون مادرتونو زود برش نگردونیم، ما هم یه نفسی بکشیم. بر نمیگرده، آزاده. هری، یه سلامت. سب کن جناب سرمان، درم از پشت قفل کن. منیشه آزاده؟ اونی که چاقو زده منم، خلافکاره منم، من زدم یعنی چی؟ وقتی که مظلوم شکایت نکنه یعنی آزادی میتونی بری. یعنی چی من اصلا زدمش شکایت کنه؟ مگه زوریه؟ همه دنبال اینن که رضایت بگیرن. تو طلبکاری چرا اصلا شکایت نکرده؟ بیا برو آقا جون، بیا برو عقد بالا سنگ بزن. بیا برو واسه تو دلیل بگیر برو. صحبت بکن ببخشید. بیا برو واسه تو دلیل بگیر برو. سرو شما اصلا گوش نمیدونن چی میگم. من میگم آقا یه دقیقه افسر نگه کنه ببینم یه دقیقه. برو آقا، برو اینجا با اینه حرکت کن. برو آقا. امید چه شکایت نکنه امید جان. یه دقیقه بیا. سلام. چیه قضا آوردی؟ به سعید خواجوی چی گفتی؟ چطور؟ از کجا فهمیده قضیه چاقو کشی رو گردن گرفتی که بتونی بری پژوهش کرده؟ جان تو اصلا من چیزی نگفتم. این یه جوریه ترسناکه. شبیه این آدم ها هستن که ذهن عمر میخونن، این از اوناست. امید مثال میزنی بزن، حرف علکی نزن. ذهن خونی چیه؟ یه گافی دادی دیگه. هرچند دیگه فرقی هم نمیکنه. تموم شد. چی تموم شد؟ بعد میگرم آسایشگاهی فکر میکنم یه راهی پیدا میکنم. تموم شد. دکتر وارسته اخراجت کرد، گفت دیگه هم حق نداری برگردی اونجا، باید بری خونه. بری خونه؟ کدوم خونه؟ بریم اونجا که اقبال ما رو بندازه بیرون؟ سارا، اسماعیل این همه سال قضیه جواهر رو هیچ جا رو نکرده بود، صاف اومد نشست جلوی دوربین من همه چیزو گفت. دکتر نظری نمرد تو سر به سقاب و واسه من تعریف کرد، بعد مرد. مصطفی این جواهر رو من فکر میکنم اصلا به خاطر ما دفن کرده. اینا همه نشونه از کلید اسرار این قسمت امید آهی و جواهر. سارا الان جواهر جلوی منه، همه اینا پشت سر منه. تو باشی اینا رو ول میکنی میری؟ نه دیگه. اصلا من چرا الان اینجا وایستادم دارم با تو حرف میزنم؟ من الان با دارم این سعید رو بزنم انقدر بزنم تو شکایت. امید وایسا، کجا داری میری؟ من باش حرف زدم، گفت به یه شرط حاضر ازت شکایت کنه، ولی سربسته به من گفت جلوی نگهبانه نمیخواد حرف بزنه. خب
اینو زودتر بگو. الان اگه من رفته بودم زده بودم شلو پلش کرده بودم کی جوابگو بود؟ تو شلو پلش کرده بودی؟ خیلی شانس آوردست میگی. اولا تو برو پژوهش کرده ببین سربسته چی میخواسته بگه، اصلا نظرش چیه. بعدا منم میرم چیز دفتر، میرم دفتر. خب باشه میرم دفتر دیگه، خونه نمیرم. ببین توی دفتر غذا از شب چیز مونده؟ آره هست. نمیده موز چی؟ موزم هست؟ هست، همه چی هست. تو به دستش میاری هر طور شده، به خاطر خانوادت. خانواده خیلی مهمه، خیلی. از پسش برمیای؟ امیدواری. تو دیگه اون آدم دست پاچه لفتی سابق نیستی، یعنی نباید باشی. نمیدونم چرا ولی یه جنم خاصی تو خودم احساس میکنم. کاش میدونستم چرا. سارا چرا زنگ نزد؟ پژوهشگر داری چی کار کرد؟ پرسه خانم ببخشید، یه زنگ به سارا بزنی الان من با باهاش صحبت کنم. زنگ بزنی. زنگ بزنی دیگه. برو کنار دیگه آقا امید. خب حالا آها بعدش زنگ بزنی؟ بعدش حتما زنگ بزنم. چیه؟ برو قایم شو، برو قایم شو. آقا چرا چی شده؟ اقبال اون آدم گنده باشو درن. آشان خب بابا اصلا ده تا آدم گنده باشن، من جنم خاص دارم، من اون آدم سابق نیستم. آدم سابق یه لحظه ساکت شو، اینا میان تو رو اینجا ببینن فکر میکنن جواهر از اینجا کشیدیم بیرون میخوایم دورشون بزنیم. ببین اینجا در رو نداره؟ در رو چیه؟ بابا در رو دیگه تو فیلم ها نشون میده قسمت انتهایی دری هستش به پله‌های فلزی امرجنسی پکارت. نه نداره، ولی سینک داره. برو اونجا قایم شو. سینک نمیخوام، در رو میگم. میگم برو قایم شو. الان میام تو. باشه ممنون. اینا چیه اینجا؟ برو تو دیگه، برو میگم. یه این وجبه اینجا کلن دیگه. سلام، خوبین؟ خدا رو شکر کماف سابق دفترتون رو رواله. بله خدا رو شکر. خانم احمدی کجاست؟ قاعدتا رفتم ملاقات همسرش و آسایشگاه دیگه. چای میل داری یا قهوه؟ بساز